اقدام شهرداری های هلند در جاسوسی از مساجد با مخالفت برخی احزاب سیاسی و مسلمان روبرو شد و آن را اهانت به قانون و آزادی های دینی دانستند. مسئله جاسوسی از مساجد هلند از سوی روزنامه های محلی فاش شد و همین امر با بحث و جدل بسیاری میان اقلیت های مسلمان و مراکشی در این کشور روبرو گشت. یک روزنامه هلندی اخیراً فاش کرد که دهها شهرداری هلند با کمک شرکت‌های اطلاعاتی و با هدف جمع‌آوری اطلاعات از اقلیت‌های مسلمان اقدام به جاسوسی از مساجد کردند. این شرکت را نجیب توزانی، فرمانده سابق پلیس شهر اتریخ تأسیس کرده و با پلیس در زمینه مقابله با افرادگرایی همکاری می‌کند. هر شهرداری برای این اقدام 50,000 یورو هزینه کرده و افراد این شرکت اقدام به جاسوسی از مساجد کرده و در ازای آن مبلغی دریافت کردند. توزانی مسئول شرکت از این عملکرد خود دفاع کرده و گفته که بر اساس قانون هلند کار خود را انجام داده است. این اقدام با مخالفت برخی احزاب سیاسی در پارلمان هلند روبرو شده است و از دستگاه‌های مربوطه خواستار توضیح درباره این مسئله شدند. شورای مسلمانان هلند که 380 مسجد را تحت نظارت خود دارند در این باره گفتند این روش اهانت به قانون و آزادی‌های دینی است.